مرشد دانا، آمریکا ذره ذره داره آب میشه. خودتونو واسه نظم جدید آماده کنید. سرلشکر باخری، اندکی صبر باید. سحر نزدیک است. همچنین از براندازان درب داغون خواهیم گفت. از اون دل پولی نجات و میدونه برگشتش به ایران یک رویاست. البته زیاد ناراحت نباشه، مثل روح لازم اونم فکر میکرد بر نمیگرده اینه و برگشت. همچنین تومج سالهی که با اولین کشیدی گفت غلط کردم. میخوایم در مورد اینا و برخی خبرهای خوبی که راجع به ایران، گویا روسیه موشک فاتح 110 اولین سری رو دریافت کرده. سلام ایرانیان، سلام تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سر تا سر جان، اونایی که صدای منو میشنوند، دوستان عزیز، به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز، رهبر ایران اعلام کردن که آمریکا ذره ذره داره آب میشه، اون هیمنش رو از دست داده. حتی امروز بحث‌های امنیتی خیلی از ایالت‌ها مثل تگزاس، کالیفرنیا، اینا استقلال میخوان و صدای استقلال خواهی و تجزیه طلبی در آمریکا هم بلند شده. و اینکه آمریکا لازم چه لازم نظامی، چه از لازم اقتدار سیاسی، چه از لازم اقتدار اقتصادی رو به افوله و ایران باید خودشو واسه نظم جدیدی که در اون یکی از چند کشور برتر دنیا خواهد بود آماده کنه. همین حالاش ما یک ابرقدرت منطقه‌ای هستیم. هیچی در غرب آسیا انجام نمیشه مگر اینکه ما اجازه بدیم. گفتیم که این دول غربی رو با این براندازان درب داغون و چهار تا الدنگ بی بوته تو داخل مشغول کردیم، اما تو عراق، توی لبنان، یمن و جاهای دیگه نیروهای ایران، نیروهای منطقی ایران در حال اقتدار و پیشرفت بودن. خبرهای بعد هر روز واسه یانکی ها. کولومبیا رو از دست دادن، شیلی رو از دست دادن، قبل‌تر از اون ونزوئلا رو از دست دادن، حالا برزیل رو هم با لولا دا سیلوا از دست دادن. اروپا داره از سرما میناله. اوکراینیا پتو میخوان. خاک تو سر زیبا کلام خرد کپوتای زاده زیر مشگلو. واسه دوستانی که تازه اومدن به جمع ما، این زیر مشگلون کنایه از سگیست که در یک جای خونکی به قول معروف کش قوس در میکرد قدیما. کنایه از اونایی که زیر سیطره ارباباشونن، بهشون میگن زیر مشگلون. ما اینجا خودمون گفتمان سازیم، ما اینجا خودمون اسم میذاریم. دل پولی نجات، نمیدونم شزده کوزه پت، دقیقا دماغش روزه کوزهی میمونه. و بقیه رو در از صورت ما خودمون اینجا واژگان جدید اختراع میکنیم و این زیر مشکلون ها اینا واسه ما هلو هن دوستان عزیز. یا مثلا عجوزه هزار شوهر، مریم سرهر. اما سلشگر باخری چی گفته؟ این دلاور ما، یادگار شهید حسن باخری، پیاخو طایفه، آدم میبینه لذت میبره از همین دلاوری. سلشگر باخری، اندکی صبر، سحر نزدیک است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با مناسبت 13 آبان روز استکبار ستیزی مؤسسات، نظریه پردازان و استراتژیست های شناخته شده آمریکا برای افول این کشور روز شمار تعیین کردن. ایالات متحده ای که چند سال خودش اسکل کرده انتخاب بین ترامپ و بایدن قطعاً رو به افوله. و با اذعان به این که نظم جهان تک قطبی به رهبری آمریکا روزهای پایانی خود را سپری می کند، خبر از جهان چند قطبی در آینده نزدیک می دهد که جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران مؤثر آن است. ما همیشه اینو می گیم. و غربی ها با ابزار رسانه‌ای و اسکل کردن برخی از ایرانیان به دنبال اینن که وقفه تو این راه قرار بدن. آقا دعوا بر سر یک هژمون جدید، یک قدرت جدیده که در دنیا داره شک میگیره. ما همیشه اینو گفتیم، اون دعوا اصلیه اونه. اون دختره نمیدونم خودشو پرداد پایین مرد، اون قلبش گرفت، اون نمیدونم چی شد، اینا فر، اینا بازی هن.
اینا واسه اعمال فشارن. اصل دعوا اون جنگ قدرتی که در جهانه و جهان گفتیم تاریخ داره وضع امر میکنه، داره قدرت جابجا میشه و اونا میخوان وقفه روش بذارن. تنها چیزی هم که تو دستشون مونده همین ابزاره. خیلی حالشون بده دوستان عزیز، خیلی حال. مثلا لوری میگه کچل چی داری؟ گوه شونکلی. ای کچل چی داری؟ یه شونه شکسته ای دارم. حالا آمریکا چی دار ازت مونده؟ فقط هم این رسانه هم مونده. خب که اونم باز قاطبه ملت ایران قابل قبول نبود، توش مشارکت نکردن جز یه عده آدم های خام جوگیر و مشتی هم مزدور با کمک دلارهای محمد منجل. واسه دوستان جدید میگم، منجل یه داسی بود تو لوری، همون مترادف عرس. بعد این داسه حالت عرعریه، واسه علف بریدن، درو کردن، گندم بریدن، منجل بهش میگن تو لوری. ما هم یه اسم محمد منجل گفتیم که ما خودمون. خب بعد گفته راز فتنه انگیزی های آمریکا و دنبال روی منطقی آنها علیه ملت ایران در این نکته نهفته است. اندکی صبر، سحر نزدیک است. همه دعوا همینه، همه دعوا بر سر اینه که ایران بازیگر مهم جهان نشه، یکی از ابرقدرت های این نظم جدیدی که داره میاد نشه. ایرانیان به مثال حاشیه‌ای، خشتک، عورت، مو تا کجا بیرون باشه، به بیناموسی، بیغیرتی که برخی ها دارن تشویقش میکنن میخوان به اینا مشغول کنن. اصل کار یه قدرت نوظهوریه که داره شتابان میاد به سمت فر و اقتدار در حوزه های مختلف، سیاسی، نظامی، اقتصادی. درها همه به روی ما باز شده دوستان عزیز. ما میگیم درها باز شده وضعیت اقتصادی، نمیگیم حالا. آقا ما چشمنداز مثبت میبینیم. هنوز در چین با این همه شکوفایی، هنوز اون شکوفای اقتصادی به لایه های زیرین زیرین نرسیده. هنوز تو هندوستان 1 میلیارد که الان داره شتابان رشد اقتصادی میکنه نرسیده هنوز. ولی چی؟ چشم اندازه همه مثبته. امید وجود داره با این چشم اندازه. ما داریم در مورد امیده، اون چشم اندازه مثبت حرف میزنیم. کیه منکر فساد، فقر، فساد، تبعیض تو کشور باشه؟ مگر ابله ها چیزن؟ ولی ما داریم چشم اندازه میبینیم، ریل گذاری صحیح داریم میبینیم، علی رغم بعضی از ضعف ها داریم در مورد اونا صحبت میکنیم ایرانیان عزیز. خب اما توی خبر غیر رسمی هم اعلام شده در سفر اخیر آقای پاشینیان به ارمنستان 250 پهپاد بهش فروختن. یادتون میاد گفتم چند وقت پیش ایران تو قفقاز جنوبی دو راه داره، یا اینکه خودش مستقیما بیاد سیونیک و نخجوان همه رو بگیره، یا اینکه بیاد با فروختن تسلیحات به ارمنستان بالانس قدرت ایجاد کنه بین ارمنستان و باکو. در نتیجه این دو کشور به موازنه قدرت میرسن و دیگه جنگی صورت نمیگیره، منافع ایران هم تامین میشه. چون وقتی یکی ضعیفتره، یکی قویتر، اونم ترکیه و انگلیسی ها و صهیونیست ها تقویتش کردنه، خب و منافع ما اینه که اون ضعیفتره نبازه، در اینجا ما باید ضعیف رو تقویت بکنیم و حالا داره پهپاد های هنردرمون ما داره وارد اونجا میشه. اما طوری که توی اوکراین بر علیه مغز ناتو داره اثر میکنه. اما بریم در مورد این توماج سالهی، این گمال زیر مشکلون با شما صحبت کنم. یادتونه چه اهن تلوپی میرم آی فرار کنید، آی بگیریم، میبندیم، آی تمومه، آی شما تاریخ نخوندی. اره چه عقل، تو تاریخ خوندی، جغرافیا هم نخوندی، تاریخ که سهله. حالا یه خبری دیدم گویا خانوادش هم رابطه نزدیکی با این توفاله های خلق هم دارن. خب بریم این فیلم رو ببینیم، این زیر مشگلون چند مرده علاج بوده. مثلا شما خسرو گل سرخی، حتی ما توفاله های خلق قبول نداریم، ولی بالاخره اینا یه سری چریک داشتن مثل حنیف نژاد، سید محسن، آقا بدیزادگان، اینا رو زمون شاه و روی جونشون چونه نمیزدن، بالاخره آقا تا پای جان رو مرامشون. حالا ما مرامشون رو قبول نداریم، ولی ایستادگی کردن، لااقل مرد بودن طبق اون ایدئولوژیشون. یا تو جبهه اسلامی نواب صفوی وقتی که میخواستن اعدامش کنن میگفت الله اکبر. اینا چی میگن؟ غلط کردن.
اشتباه کردم، جوگیر شدم. خب با همچین نیروهایی میخوای روبرو کسانی که به دنبال شهادتن، به قول سردار دلاور ما، سردار دلها، میتونی کاری از پیش ببرید؟ ما اصلا دنبال شهادت میگردیم با همچین نیروهایی؟ و اینه که اینا کومیکن دوستان عزیز. ببینیم صحبت های این زیرمشگلون الان داره چی؟ سبزی پلو با ماهی میخوره. ببینید، فرار کنید، اینو دوستانه نمیگم، فرار کنید، اینو دوستانه نمیگم. تو ماج ساله گفتم اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم. منظورم شما نبود، من قصدم شما نبودی، منظورم شما نبود، منظورم با خوش نی، با یکی دیگه بوده. این بود لشگرهای پیاده نظام و براندازان، اینا هم دوستان عزیز، اینا قراره برن انقلاب کنن. ای هلو، 4 ساعت صبر میکردی، هنت آباد، آبرومون بردی. یعنی ایرانی که داره ابرقدرت میشه، اینا میخوان، اینا همون ما تو بچه میگفتیم چوب میذاریم تو اسپاکا چرخت که مثلا یه حرکت چرخ رو قطع بکنه. یعنی اینا میخوان به نوعی چوب بذارن لای چرخ حرکت شتابان ایران که داره به یکی از بازیگران مهم جهان تبدیل میشه. اینا عمل اکری اجانبن، اینا عمل اکری دشمنان ایران زمینن با یه سری شعارهای حاشیه‌ای، ساعتی، خشتکی، عورتی، با یه چیزای بی ارزش میخوان ملت ایران دوباره برگردونن به دوران ضعف و نابودی، همنشین تجزیه طلبان شدن، همنشین صهیونیست‌ها شدن که ایرانو از درون دچار فروپاشی کنن. زی خیال باطل، با این زیرمشکلونا شما به جایی نمیرسید. اما خبر خوبی دیگه میخوام بخونم، گویا سری اول موشک‌های فاتح 110 به روسیه رسیده و در اوکراین مورد استفاده قرار گرفته است. شکست ناتو در اوکراین به نفع ماست. روز اول هم گفتیم جنگ روسیه با اوکراین نیست. اوکراین چیه؟ چه پخیه؟ نسبی از جمعیت اوکراینی ها روستوارن، اصلا زبانشون روسی، اصلا این دو کشور یه تاریخ مشترک. روسای اصلی هم اوکراینیان، کیف پایتخت اوکراین روسیه تزاری بوده یکی دو قرن پیش. جنگ بین ناتو و روسیه یا جنگ بین محور شرق یعنی ایران، چین، روسیه با ناتو و توی اوکراین متولور شده. ما که نباید بذاریم ناتو پیروز بشه. و سلاح‌های ایران که تا دیروز فتوشاپ بودن الان هنردرمو شدن دوستان عزیز، خانه خراب کنه ناتو شدن و همه ترسیدن. عجب فتوشاپ ها، فتوشاپ میکنید اینطور باشه براندازان در به داغون. نه فتوشاپ های مسخره شما. خب دیگه خبر چی داریم؟ یه خبری دیروز دیدم، گفته بود علی کریمی هم پیجشو به موساد با 2.5 میلیون دلار، معادل 88 میلیارد دلار، اکانت توییتر و اینستاگرامشو فروخته. به 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 به، گفتم در ایران تا دلت بخواد ما مزدور بیشرف داریم. بلا نسبت دوستان عزیز ما که در طول تاریخ همیشه به این کشور لطمه و آسیب زدن، هر موقع یه آدم درست یک کارا رو حساب بود، یه امیر کبیری می اومد خائنی نمیذاشتنش. هر موقع ما تو یک بزنگاه تاریخ بودیم همدست اسکندرها میشدن، همدست مغولها میشدن تا شکست بیفته در لشکر ایران. وی ما کور خوندید، نمیذاریم این بار. این تاریخ دیگه به گذشته بر نمیگه، ما نمیذاریم تاریخ تکرار بشه. دیگه نمیذاریم ایران برگردونید به دوران ضعف و انحطاط و نابودی. ما در یک بزنگای هستیم که چارچشمی داریم نگاه میکنیم، رصد میکنیم وقایع دنیا رو و جایی که مکان بلند و رفیع که ایران باید در اون باشه. به کوری چشم دشمنان چشم تنگ، به کوری دل پولی نجات. این فیلم رو ببینید، این هک شده بود، این گروه سایبری امام علی هک کرده بود. میگه من دلم برای برارونم و نونم کیام تنگ شده. خواهی برارون تو خیانت کردی، خب دیگه اونا هم ازت براعت کردن. و خودش هم میگه من
میدونم به ایران بر نمیگردم. نگران نباش، رو لازم هم گفت من بر نمیگردم، ولی برگشت رو صندلی نشست، صندلی معروف. تو هم بر میگردی، دیر و زود داره، زود و زود نداره، زیر مشکلو. ببین صحبت های دله رو ببینیم. ما یک گمال زیر مشکلون داریم، یک دله زیر مشکلون. گمال منظور همون سگ نره است، این نرها هستن زیر مشکلون ها. وقتی دله ها میره این دله زیر مشکلونه دوستان. گفتم این نکته ظریف برم بگم. دون دومه که اصلا باورت نمونه که من اگر روانیمه اصلا قمگیم بایمه، اصلا افزورده بایمه از این که برار زمان دست داشته بعد تو برار همه فامیلی من احساس کردم من بهشون دله خیلی به من محبت کردن، همه شون سعی کردن یه جوری که من تنها نباشم، ولی اینقدر احساس غریبی کردم که خط من دور اکنه مثلا مثل رویای دست نیافتن. خدایا دشمنان ایران همیشه گریان نالا ناامید بگردان. خدایا همیشه اینا در مثل اون قوم سرگردان، سرگردان و بی کس بی پناه بکن، چون که سزای خائنین وطن فروشان و مزدوران چیزی بیشتر از این نیست، این بیوطن ها. اما پس از صحبت های دلاور ما سردار سلامی اعلام شد که ارباب سعود اینترنشنال دستور داره فتیله رو بکشید پایین، حالوش خطر خطر. یک گزارشی میدیدم تحلیل کرده 13 پست آخر سعود اینترنشنال دوستان عزیز. بعد قبل از تهدید سردار سلامی که داریم سیتوم کاسکالی خاک تو سرت زیبا کلام حسن گمال، خب میگه تا قبل از تهدید ایران 80% تولید محتوا مربوط به اختشاشات ایران بود، اما بلافاصله بعد از هشدارها در 15 پست آخر تنها 46% پست ها مربوط به اختشاشات ایران هستند و تقریبا تولید محتوا با کاهش 50% مواجه شده است. کلوری مثل داری میگه زور برار خداست. این زور دوستان عزیز، وقتی زور داشته باشید این نتیجه، باید تمکین کنه، باید تمکین کنه. اینا ایران بیزور میخوان، اینا ایران رو نمیخوان. دیدی برجام هسته‌ای، برجام موشکی، برجام منطقه‌ای، اینا میخوان. خاک تو سر لیبرال غرب گدا، خاک تو سر زیبا کلام حسن گمال، محمد خاتمی چخل. اینا میخواستن ایران رو تسلیم بکنن، هبه کنن به آمریکا، هدیهش کنن. کور خوندید ببینید یه تهدید ما چه کارشون میکنه. عبدالله مورچگان ریخته ایم دوستان عزیز. و خبرها خیلی خوبه دوستان، یه قراردادی هم هست بین ایران و روسیه، توافقیه که بیش از 6 میلیارد دلارشو نهایی کردنه. تا ماه آینده اون 40 میلیارد هم نهایی میشه در زمینه نفت و گاز. ایران به صورت سواب گاز روسیه رو میفروشه و کلی سود میکنه این وسط، و ایران به هاپ ترانزیت گاز جهان تبدیل خواهد شد. ما به هاپ ترانزیت ریلی و جاده جهان تبدیل شدیم، اینو دیروز رهبر ایران هم تاکید کرد بر اون، داریم هاپ ترانزیت گاز جهان هم میشیم. هورمون تو برم دوستان عزیز، خدا وکیلی میبینید که ایران شتابان داره به سمت فر و اقتدار میره. دشمنان خار ذلیل، زبون ناامید، سرگشته و حیران مدهوش. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.